من اگه الان کسی به میگفت که قبل 40 سالگی آدم باید چه کارهایی بکنه، یک کار رو یک طرف میگفتم و 4 تا کار دیگه هم یک طرف دیگه. من گفتم این 5 تا کار آدم باید قبل 40 سالگیش بکنه. یک کار اینه که هیچ زندگی ای به نظر من انسانی نیست مگر اینکه شخص در اون زندگی به استقلال رسیده باشه. و یکی از وجوه مهم استقلال هم استقلال مالی. برای استقلال مالی آدم نیاز به درآمد داره و برای درآمد نیاز به شغل و حرفه داره و برای شغل و حرفه نیاز به تخصص یا در یک علم یا در یک هنر یا در یک فن داره. بنابراین اول چیزی که من به نظرم میاد آدم باید تا قبل 40 سالگی فراهم بیاره اینه که در یک علم یا در یک فن یا در یک هنر در این متخصص بشه. ولی اینکه در اون علم یا فن یا هنر متخصص که شد، اون وقت شغل و حرفه ای رو میتونه متکفل بشه و از طریق اون شغل و حرفه میتونه درآمد پیدا کنه، از طریق اون درآمد استقلال مالی و مادی و از طریق استقلال مالی و مادی بقیه انواع استقلال. تا استقلال مالی و مادی نداشته باشید، بقیه انواع استقلال رو هر چی بکنید نمیتونید پیدا کنید. خب این یک کار. اینو میذارم یک طرف. چرا میگم اینو یک طرف؟ چون این توی اولیه هر کسی دنبال یک شغل و حرفه خواهد رفت. اما همه کسانی که توی این اولیه راهاشون از هم جدا میشه، تو چارتای بعدی اتفاقا راهاشون با هم چی میشه؟ همگرایی پیدا میکنه. بنابراین یک کار اینه که آدم بره در یک علم یا یک فن یا یک هنر تخصص پیدا کنه. تخصص هم منظورم نیست که شما فوق دکترا بشید، اون مقدار که برای تکفل اون شغل و حرفه لازم. ممکنه من یه شغلی میخوام انتخاب کنم که لیسانسش هم که داشته باشم کافیه. یه وقت هم میخوام یه شغلی انتخاب کنم که دیگه برای اون شغل باید تو اون علمم یا تو اون فنم یا تو اون هنرم دکتر باشم، مثلا فوق دکتر باشم. یه بسته به این که میخوام چه شغل حرفه‌ای داشته باشم. این یکی. خب این یکی باعث میشه که ما افرادی که الان اینجا هستیم، ما مثلا فرض کنیم که 8 نفری که اینجا هستیم، راهمون از هم جدا بشه. بالاخره هر کدام بودیم توی یک علمی، توی یک فنی، توی هنری. اما از اون طرف 4 تا چیز دیگه هست که دیگه هممون تو هر رشته‌ای باشیم، تو هر شغل و حرفه‌ای باشیم، این 4 تا رو هممون به نظر من باید امروزه داشته باشیم. یکی، من معتقدم آدم باید یک رشته هنری، نه برای اینکه توش حرفه‌ای بشه، نه، اگه میخواد حرفه‌ای بشه که میشه همون مطلب اولی که میگفتم توی یه هنری آدم باید بره، نه، برای اینکه از نیمه دوم عمر ما یک تنهایی عمیقی وارد زندگیمون میشه که اگر یک رشته هنری رو به صورت آماتوری بدونیم، میتونیم با اون تنهایی عظیم مقابله کنیم. یعنی اگر من اول هنرهای غیر مکتوب رو بگم، اگر من رقص یا موسیقی یا نقاشی یا مجسمه سازی یا معماری یا عکاسی یا تئاتر یا سینما، اینا تو هنرهای غیر مکتوب، تو هنر مکتوبم رمان نویسی، داستان نویسی، شعر گفتن، حسب حال نویسی که میشه هنرهای مکتوب، اگر یکی از اینا در حد آماتوری، یعنی در حدی که به زبان خود من یه دلی بر خودم بتونم بکنم، بتونم سلف اکسپرشن کنم، یعنی خود ابرازگری داشته باشم، میدونید؟ چون ما دیگه از وقتی که از این به یه عمرین به اون طرف، یواش یواش میریم توی تنهایی. وقت تو تنهایی آدم نیاز به سلف اکسپرشن داره، خود ابرازگری داره. این خود ابرازگری رو ایشون ممکنه از راه ستار بکنن، ایشون از راه داستان نویسی بکنن، ایشون از راه عرضم کنم که مثال میزنم، از راه نقاشی بکنن، هر کسی از راه یک هنری، حالا یا هنر مکتوب یا هنر غیر مکتوب که معمولا بهشون مدر میاد. این واقعا چیز مهمیه. امروزه باور کنید یکی از مهمترین روش های روان درمانگری نوشتن درمانی.
حتی میگن تو وقتی مینویسی نیازم نیست نیک، حتی اگه بنویسی و بعد ریز ریز کنی نوشته تو سطح زباله هم بریزی درمانت میکنه، چون سلف اکسپرشن داری، یعنی تونسته ای تنهایی های خودت رو بریزی رو کاغذ، حالا باید رو بعد ریزی رو بریزی. خود این سلف اکسپرشن مهمه، نه فراوردش. خود رقص مهمه، نه اینکه آدم بره حتما توی یک تئاتری و رقصش رو دیگران ببینه. خود رقص سلف اکسپرشن داره، برای کسی هم خود موسیقی سلف اکسپرشن، هر کسی چیزی. خیلی این مهمه و از این نظر امروزه تو آموزش پرورش جهانی اهمیت میدن به این که هر بچه‌ای باید با یک هنر ولو آماتور حرفه، اگه بخواد بشه که اون میشه که شغل و حرفش باید یا یه علم باشه یا یه فن یا یه هنر، اون هنره که باشه درآمد کسی اون چیزی بگه. من فکر میکنم اینو باید یاد بگیر. یه چیز دومی که به نظر من خیلی مهمه، باید یک زبان زنده دنیا رو یاد بگیر. حالا این زبان زنده ممکنه انگلیسی باشه، ممکنه آلمانی، زنده فقط باید باشه. زنده باشه یعنی همه محصولات فرهنگی به اون زبان ریخته بشه. خلاصه می‌کنید این زبان میتونه زبان انگلیسی باشه، میتونه زبان آلمانی باشه، میتونه زبان فرانسه باشه و میتونه زبان ایتالیایی یا اسپانیایی باشه. اینا زبان‌های زنده دنیا. الان که کم 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 تو افق داره زبان چینی پدیدار میشه که انگار همه محصولات فرهنگی چه به زبان چینی نوشته بشه و چه به غیر زبان چینی. اگه به زبان چینی نوشته بشه، به زبان چینی نوشته شده، اگه به غیر زبان چینی نوشته شده نوشته شده بشه، حتما ریخته میشه به زبان چینی، یعنی ترجمه میشه به زبان چینی. البته هنوزم به نظر من انگلیسی تا دهه ها این زبان زنده دنیا انگلیسی خواهد بود، زبان اول، و بعد دیگه نوبت میرسه به آلمانی، فرانسه، ایتالیایی، اسپانیولی. هنوزم چینی ها با اینکه به نظر میاد خیلی پر ابهت دارن، ولی تا بیاد زبانشون زبان فرهنگی کل جهان بشه این مقدار طول داره. ولی خب بالاخره داره زبان چینی، یه وقتی زبان روسی اینجوری بود، الان زبان روسی داره افت میکنه، دائما داره تو حاشیه رانده میشه. به هر حال چرا زبان میگم یه زبان زنده دنیا؟ به خاطر اینکه شما تنها راهی که زندگی خوب باشه اینه که از تک آوایی زندگی بیاد بیرون. زندگی که توش یک آوا فقط وجود داره، این زندگی خوبی نیست. حالا اون آوا چه این که شما کاتولیک مسیحی باشی، چه مسلمان شیعی باشی، چه مارکسیست باشی، زندگی خوب زندگیست که تک آوا نباشه. و برای تک آوا نبودن آدم باید با یک زبانی که همه محصولات فرهنگی جهان به اون زبان عرضه میشه، با اون زبان آشنا باشه تا سواد فرهنگی پیدا کنه. ما سواد خواندن و نوشتن الان بدون انگلیسی میتونیم داشته باشیم، اما سواد فرهنگی وقتی میتونیم داشته باشیم که با یه زبانی آشنا باشیم که همه فرهنگ‌های جهان سرریز میشه تو اون زبان، و اون زبان در رأسش الان انگلیسیه و بعد آلمانیه و فرانسه و عرض کنم که ایتالیایی و اسپانیولی و بعد رفاقی. من اینو خیلی به نظرم به اهمیت داره و من معتقدم کسانی که امروزه یک زبان دنیا رو نمیدونن به یک معنا بی سوادن، یعنی فرهنگی. ببینید من یه تفکیک میکنم همیشه بین فرهنگ و تحصیل کردگی. شما میتونید تحصیل کرده باشید ولی فرهیخته نباشید. خیلی ها اصلا تحصیل کردن ولی فرهیخته نیستن. اون تحصیل کرده ای که فول پروفسور هم هست در یک رشته ای ولی فرهیختگی نداره، معناش اینه که تو لابراتوارش حرف اول اون میزنه ولی تا از لابراتوار میاد بیرون تو زندگی عادیش میدونی کمیتش لنگه. کمیتش لنگه. چرا کمیتش لنگه؟ چون فرهیختگی غیر از سواده. ما سواد داریم بدون زبان انگلیسی هم امروز، اگرچه امروز کم کم بدون زبان انگلیسی حتی سوادم، یعنی تحصیلم مشکل میشه، ولی اون وقت مهم نیست. مهم فرهیختگیه و اون فرهیختگی واقعا زبانه میخواد که همه فرهنگ ها توش ریخته بشن، آدم بتونه نگاه کنه با چشم باز نشده پیش بره. من فکر میکنم این هم چیز خیلی مهمه. در چه سطحی؟ در سطح آماتور یا در سطح مثلا فرهنگ با مدرکی داشته باشه؟ نه. من خودم همین چیز که همه زباندانان میگن، اگه شما یک کتابی به زبان غیر مادریتون رو
به یک سوم سرعت زبان مادری بتونید بخونید دیگه کافی. یعنی اگه شما یک کتاب فارسی رو در یک صفحه در یک ساعت 60 صفحه میخونید، اگه یک متن انگلیسی رو بتونید در یک ساعت 20 صفحه بخونید دیگه شما کافیه. دیگه از اون زبان، چون هیچ وقت شما در هیچ زبان نمیتونید سرعتتون به اندازه سرعت زبان مادریتون بشه. میگن یک سوم زبان مادریتون که سرعت داشته باشید که شما اون زبان رو میدونید، همون هم کافیه. من فکر می‌کنم اینم خیلی مهمه. یه چیز سومی که به نظرم آدم خوبه قبل از 40 سالگیش بدونه، یه کلیاتی از این 5 تا چیزی که عرض میکنم، فقط هم کلیات ها، نه اینکه برد جزئیات که بخواد بشید، هر کدامش یک دریاست، یک اقیانوس. اما آدم باید الفبای روانشناسی رو بدونه. یک، الفبای ادبیات جهانی رو بدونه. الفباشو بدونه. یعنی چه الفباشو بدونه؟ یعنی بهترین حرفایی که ادیبان در طول تاریخ زدن، شاعران و ادیبان زدن، اینو الفباشو بدونه. اینم یک. یه شاخه سوم به نظر من الفبای سه شاخه از فلسفه است که باید الفباشو بدونه. فقط الفباشو. یک شاخه، شاخه معرفت شناسی، یک شاخه فلسفه ذهنی، یک شاخه هم فلسفه اخلاق. اینا رو هم باید کلیاتش آدم بدونه. سه شاخه از فلسفه است. یکی هم الفبایی از عرفان رو آدم باید بدونه. و یکی هم یه الفبایی از دین و مذهب. نه برای این که بگم متدین آدم بشه، نه، برای اینکه تو دین و مذهب هم یه چیزهایی گفته شده که در حیطه‌های دیگر دانش بشری گفته نشده. آدم نمی‌تونه به اینا پشت بکنه. اینه که من معتقدم و اینا اگه آدم در حد الفبایی که من میگم بخواد بخونه، فکر نکنید خیلی نیرو میخواد. من فکر میکنم هر کسی اگر میتونست در طول تا میاد به 40 سالگی برسه، اگه میتونست 12000 ساعت وقت صرف بکنه برای این 5 حوزه، یعنی حوزه روانشناسی، حوزه ادبیات جهانی، حوزه اون چیزی میگن یه شاخه هایی از فلسفه که سه شاخه از فلسفه رو گفتن، و کلیات عرفان و کلیات دین و مذهب. کلیات عرفان یعنی مشترک همه عرفان‌های جهانی، کلیات دین و مذهب یعنی مشترک همه ادیان و مذاهب جهانی، مشترکاتش. به خاطر اینکه این 5 حوزه است که انسان رو به خودش نشون میدن که تو این آدم، این توانایی ها رو داری، این دانایی ها رو داری، این محدودیت ها رو داری، این گستره ها رو داری، نیازهات ایناست، ارزشات هم ایناست، هنجارات هم اینا باید باشه. این 5 حوزه به نظر من ما ازش مستقی نیستیم. هیچ کسی نمیتونه به نظر من به زندگی خوب بکنه، بلکه باید بپرسه این زندگی خوب رو از این 5 حوزه. متعید دقت بکنید، در باب دین و عرفانش گفتم مشترکات ادیان، همه ادیان جهانی و مشترکات نظام های عرفانی جهانی. در مورد روانشناسی هم گفتم کلیات روانشناسی. در مورد فلسفه هم گفتم سه شاخه از فلسفه، نه بقیه شاخه فلسفه به درد زندگی نمیخورن، به درد مواصل دیگه میخورن، ولی به درد زندگی نمیخورن. اون سه تا شاخه‌ای که به درد زندگی میخورن معرفت شناسی، فلسفه ذهن و فلسفه اخلاق. اینا رو هم باید کلیاتشو ببین. و یک قسمی هم که گفتم که هم باید بیاد، این هم من فکر میکنم که چیزیه که ما باید حتما قبلش رو ببین. و اما چهارمی چیز که دیگه من خجالت میکشم بگم، و البته دیگه چون خودم اهلش نیست، ولی البته دیگه تقریبا هم همه بدون گفتن هم یاد فهمیدن، و اون چیزی که بهش میگیم پیوستن به اینترنت، معنی وسیع کلمه، الفبای سر و کار داشتن با اطلاعات الکترونیکی جهان. که اینو یکی که بچه ها دیگه اصلا هستن، اینو که دیگه که همه فهمیده هستن. من اینا رو فکر کنم ما الان باید قدر 40 سالگی اینا رو یاد بگیریم. بنابراین یکیش مربوط شد به حوزه شغل و حرفه همون، چهارتاش نه مشترک همه همون، باید به یکسان اون چهارتا رو یاد بگیریم. دیگه فرق نمی‌کنه مهندس باشیم، جغرافیدان باشیم، مورخ باشیم، فیلسوف باشیم، نمی‌دونم رفتگر باشیم، لبنیاتی باشیم، زن، مرد، شهری، روستایی، امروزی، دیروزی. بله، اگر ما اگر میومدن آموزش پرورش ما میومد اینو به طور کلی، نهاد آموزش پرورش میگم و نه وزارت آموزش پرورش، آموزش پرورش
وزارت علوم آموزش عالی، وزارت ارشاد، مطبوعات، رادیو تلویزیون، اونایی که دارن آموزش پرورش میدن به ما بالاخره، اگه مثلا اینو مطرح نظر قرار میدادن، خیلی به نظر من جامعه ما سالم تر میمونه که الان هست. تو غرب باز نرسه به 100%، ولی روال عمومی داره به این سمت میره که آدم ها تا قبل از 40 سالگی اینا رو یاد میگیرن، بگیرن یک شغل حرفه رو درش و در این چهار زمینه تا بشه. خب ما نداریم.